امسال 50مین سالگرد مرگ نورما جین مورتنسون معروف به مرلین مونرو ستاره جادویی سینماست. او مانکن هنرپیشه، خواننده و نماد شهوت آمریکا بود. بازی در فیلم‌های موفق هالیوودی چون خارش 7 ساله، آقایان موطلایی‌ها را بیشتر دوست دارند، رودخانه بدون بازگشت و بعضی‌ها داغش را دوست دارند، در سال‌های 50 و 60 میلادی نام مرلین مونرو را در تاریخ سینما ثبت کرد. امسال چند نمایشگاه و نمایش تئاتری برای گرامی داشته یکی از بهترین هنرپیشه‌های هالیوود که منبع الهام چند نسل از زنان است برگزار می‌شود. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. لوسی لیو، هنرپیشه آمریکایی، میگوید به نظرم صفت برجسته مرلین مونرو زن بودن کامل او بود. او لاغر نبود، بدن یک زن کامل را داشت. کیتی کسیدی، هنرپیشه دیگری، میگوید شخصیت و تصویرش بخشی از سبک او بود. او یک زن زیبا با بدنی متناسب بود، چیزی که اکنون نادر است. اکثر دخترها الان لاغرند. او میدانست چه لباسهایی بپوشد که تناسب اندامش را آشکار کند. جذاب و دلفریب بود. مرلین مونرو با وجود شهرت و محبوبیت بی‌نهایتش زندگی خصوصی ناموفقی داشت و 3 ازدواج او به جدایی انجامید. همه درباره مرگ او متفق القول نیستند و برخی از خودکشی و برخی دیگر از قتل سیاسی صحبت می کنند. کریان ماس، هنرپیشه آمریکایی، می گوید نکته که بیش از هر چیز باعث جلب توجه هم می شود کشمکش او با خودش برای ارائه تصویری بود که دنیای تجارت از او انتظار داشت. به نظرم همین او را کشت. And I think that ultimately was the thing that killed her. Something's Got to Give آخرین فیلم مونرو است که به علت مرگ او در سال 1962 ناتمام ماند. او می‌خواست اولین هنرپیشه زنی باشد که برهنه در فیلمی ظاهر می‌شود. یک سال بعد جین منسفیلد با فیلم قلها قلها این مشخصه را از آن خود کرد. مرلین 5 دهه پس از مرگش هنوز هم یکی از مشهورترین هنرپیشه‌های جهان است. از سال 1962 49 زندگی نامه و 18 فیلم مستند درباره او نوشته و ساخته شده و تصویر او 137 بار بر روی جلد مجلات مورد استفاده قرار گرفته است. او با 9 میلیون دلار درآمد در سال پردرآمدترین چهره زن در جهان است. Black Star, Ross Gorham, talk to me, Harry Winston.